هفته 52 درود و به چشم انداز هفتگی ما خوش آمدید. اول از همه سال نو میلادی بر همه شما عزیزان مبارک. ما در آخرین هفته سال 2021 هستیم. هفته 52 هفته سبک خواهد بود که اکثر بازیگران اصلی در بازار نخواهند بود. با این حال ما همچنان داده‌های مهمی رو داریم که باید بررسی کنیم. از جمله داده‌های تجاری چین، اشتغال ایالات متحده و تورم ژاپن. و در پایان به بررسی آخرین بروزرسانی آی‌سی مارکت از 15 سالگرد اون می‌پردازیم. بیایید به جزئیات بریم و مهمترین داده‌های هفته پیش رو بررسی کنیم. شماره 1، استفاده از ظرفیت تولید در ترکیه. استفاده از ظرفیت تولید یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاده که به رابطه بین تولیدات واقعی با تجهیزات نصب شده تولید اشاره داره. یکی از اقتصادهایی که این روزها تغییرات بسیاری رو تجربه می‌کنه اقتصاد ترکیه است. با کاهش نرخ‌های بهره و تورم بالاتر، انتظارها برای مشاهده بیش از 78 یک کمی دور از واقعیت. با انتظارات کاهش در استفاده از ظرفیت تولید کشور، ضعف مشاهده شده در هفته‌های گذشته در لیره ترکیه میتونه دوباره شروع به بازگشت کنه. شماره 2، داده‌های تولیدات صنعتی و اشتغال در ژاپن. سه شنبه داده‌های ژاپن در کانون توجه قرار خواهند گرفت. انتظار میره که نرخ بیکاری بدون تغییر در 2.7% باقی بمونه که نرخ اشتغال کامل در ژاپن و تولیدات صنعتی هم قراره که 4.8% در ماه نوامبر افزایش پیدا کنه. اقتصاد ژاپن در ماه‌های گذشته رشد تقریبا خوبی رو داشته و ما رو با آینده درخشان نیکی 225 ژاپن امیدوارتر می‌کنه. شماره 3، داده‌های ایالات متحده در مرکز توجه. چهارشنبه روز داده‌های ایالات متحده از جمله داده‌های تجاری، ذخایر و فروش خانه‌ها خواهد. انتظار می‌ره که داده‌های تجاری کسری تجاری رو پس از کاهش شدید ماه اکتبر از بالاترین رکود تاریخی سپتامبر تایید کنه که بیشتر البته تحت تأثیر صادرات کمتر خواهد بود. برای فروش خونه ها به طور گسترده انتظار میره که پس از شگفتی نوامبر با 7.5% افزایش رقم های پایین تری رو شاهد باشیم و در نهایت ما همچنین باید ذخایر کلی فروشی و گزارش هفتگی از ذخایر نفت خام ایالات متحده رو هم دنبال کنیم که قطعاً هر دو برای سرمایه گذاران مهم خواهند بود. انتظارات کلی برای داده ها مثبته و در انتظار مشاهده ارقام بالاتر با بازارهای آرام در آستانه سال نو هستیم. شماره 4، پنجشنبه و اروپا. پنجشنبه مثل همیشه باید داده‌های اشتغال ایالات متحده رو دنبال کنیم. با این حال این پنجشنبه داده‌های بازار مسکن بریتانیا و اعداد تورم اتحادیه اروپا هم مهم خواهند بود و باید در کانون توجه‌ها قرار بگیرن. طبق آخرین داده‌های منتشر شده ما می‌دونیم که اقتصاد اروپا یه مقدار کنتر از رقبای آمریکایی و چینی خودش حرکت می‌کنه، اما در هر حال در حال رشد. بنابراین می‌تونیم شاهد افزایش بازارهای سهام اروپا حتی با سرعتی کمتر از آمریکا ولی شاهد افزایش اونها باشیم. شماره 5، جمعه و داده‌های چینی. بخش تولید چین به مدت 2 شاهد ضعف بود. با این حال اونها موفق شدن که دوباره به سطح بهبودی در بالای 50 برگردن. در حالی که بخش خدمات با وجود کاهش نسبی موفق شده بود خودش رو در محدوده رشد نگه داره. برای داده‌های دسامبر انتظار داریم که شاخص مدیران خرید بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی در چین افزایش پیدا بکنن و به جو مثبت کلی بازارها کمک کنند. و در نهایت به روزرسانی مهم از آی‌سی مارکت. جشنواره 15 سالگرد همچنان ادامه داره. معامله‌گران عزیز، شما همچنان این شانس رو دارید که در این جشنواره شرکت کنید و یکی از برندگان خوش‌شانس آی‌سی مارکت بشید. جوایز جالب زیادی برای شما تدارک دیده شده. خودتون ببینید، تور رویایی کروز برای 2 ساعت طلایی هوبلات، گوشی‌های هوشمند آیفون 12، لپتاپ‌های اپل مک‌بوک پرو، تبلت‌های آیپد ایر، بونوس‌های خیلی زیاد و البته جایزه بزرگ فراموش نکنید. ماشین اسپورت برقی موستانگ مچ این. این فرصت خیلی خوبیه برای اینکه آزمایش کنید دانش خودتون رو، به خصوص زمانی که چنین جوایز جالبی هم ارائه میشن. سپاس از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم هفته پیش رو و سال پیش رو هر دو سال و هفته پر از برکت برای شما باشه.